سر سلاطین گردن فراز در درگاه این ارواح آفریدگار، این الله سعدی خوب، ولی سر پادشاهان ایران هرگز خم هیچ کس نشد، هرگز. ما انتخاب کردیم که سربلند باشیم. دیدید فولادمند رو، دیدید رضا شاه بزرگ رو، دیدید شاه ایران رو. زیاد لازم نیست برید تن، زیاد عمیق نرید تو این تاریخ. همیشه مش نمونه خروار هست هموطنان گرامی و میتونیم اسطوره های این تاریخ رو هر جایی ببینیم، سربلندی رو ببینیم. نه گردن کشان را بگیرد به فور، نه عذرآوران را براند به جور. ما که گفتیم، فردوسی گرامی گفته 400 سال قبل از سعدی، نه دشواری از چیز بر ترمنش، تازه تا اینجاشه، نه آسانی از اندک اندر ببش. که اون قسمت رو همیشه سعدی یک بخش رو میگیره. هر جایی که سخنی میگه، این سخن یا از فردوسی هست یا از دیگر بزرگان جهان، بخشی از اون رو میگیره و توضیح میده، توضیح واضح میده در واقع و جور میزنه مردم رو. این سخن قبلا گفته شده ولی بخشش هم سعدی رها میکنه. وگر خشم گیرد ز کردار زشت، چو باز آمدی ماجرا در نوشت. کردار زشت چی همه دارم؟ کردار زشت تجاوز هست به حقوق کسی، به ناموس کسی. کردار زشت غارت هست، قصد و تفاول. چی کردار زشت؟ نماز نخوندن که گفتم این شیوه ملت ایران نیست، روزه نگرفتن که این شیوه ملت ایران نیست. اگر سخن از ملت ایران هست، باید ببینیم که کردار زشت راستی چی هست. اگر آنچه که من گفتم و توضیح دادم کردار زشته، ایشون حق نداره، این آفریدگار، این الله حقه هست، حق نداره که چشم بپوشه. این خود شخص است که باید در مقابل ایشون قرار بگیره و حقوق خودش رو مطالبه کنه، نه آفریدگار، نه هیچ کس دیگری. آفریدگار صاحب من نیست، نیست. صاحب شما ملت ایران هم نیست، صاحب داریوش بزرگ هم نبود، صاحب شاهنشاه ایران هم نبود. اگر با پدر جنگ جوید کسی، پدر بیگمان خشم گیرد بسی. از کرامات شیخ ما عجب است، پنجه را گشود و گفت عجب است. نه، اگر من با پدرم جنگ بگیرم، پدرم بسیار خرسند میشه. آخه هموطنان گرامی، براستی ببینید این مزخرفات، این دیباچه در واقع اوورتور این بوستان سعدی که یک دانشمند فرهنگساز بیاد بگه که اگه با پدر بجنگی خب خشم میگیره. خب که چی؟ چه توضیحی بخوایم بدیم؟ این مطلب بسیار واضح و بچگانه رو چه نیازی به چنین سخنی هست؟ دگر خیش راضی نباشد ز خیش، چو بیگانه، چو بیگانگانش براند ز خیش. خب اگه برادر من راضی نباشه خب چه میشه؟ میگه برو آقا دنبال کارت، یا پدر من، عموی من اگر از من راضی نیست. خب این دیگه براستی این همون مزخرفات تازینامه نیست که فولادمند بازگشایی میکرد؟ مقایسه کنید که براستی این حرفا به چه درد یک فرهنگ و به چه درد یک ملت میخوره که من بیام در قرن 21 سعدی رو به عنوان دانشمند ملت ایران و به عنوان در واقع شیوه اندیشه ملت ایران به جهان معرفی کنم و شخصی مانند ادوارد برام هم بیاد بنشینه بگه که ملت ایران شیوه اندیشهش شیوه اندیشه سعدیه. شما اشتباه میکنید آقای ادوارد برام، اشتباه کردید.
شما ملت ایران رو نمیشناسید. شما از سربلندی ملت ایران و از دانش و خرد ملت ایران آگاه نیستید. به جهتی بردید که سعدی خواسته، به جهتی بردید که دولت روم خواست، به جهتی بردید که سیاست مدارای شما میخوان، امروز هم میخواهید که تصورات این چنینی در مردم جهان به وجود بیارید که ملت ایران شیوه اندیشش این گونه هست، این گونه نبوده و این گونه هم نخواهد بود مگر به زور شمشیر، که فعبت نمیشه یک ملت رو زیر شمشیر نگه داشت. وگر بنده چابک و باشد بکار، از ایبش ندارد خداوندگار. اگر یک برده و بنده ای کار خون نکنه صاحبش لازم. دیگه من نمیدونم، هم وطنان گرامی میگن یک کرامات دیگران دارد، احرابید و گفت میبارد. وگر بر رفیقان نباشی شفیق، به فرسنگ بگریزد از تو رفیق. دیگه این یعنی اگه باشم مهربان و دوست نباشی با رفیقات در میاد. خب که چی؟ دیگه اینو بچه دو ساله هم میدونه. دیگه نیازی به خواندن سعدی و معرفی کردن این مردک به قول معروف به عنوان دانشمند و سمبول یک ملت نیست. اگر فرکه خدمت کند لشکری، شود شاه لشکرکش از وی بری. چه بگیم ما؟ چه بگیم به این همه دانش و خرد سعدی که اگر لشکر گوش نده به شاه، شاه ناراحت میشه، اون شاه باید بکشه پشت دوری. لیکن خداوند بالا و پست، به عصیان در رزق برچسب مبست. غلط کردی آقای سعدی، غلط کردی، شما این حرفو زدی، دستتو میدادی به من، میومدی امروز به دنیا، میومدی من میبردمت وسط قاره افریقا، میدیدی که در رزق بسته به یک ملت نه به یه نفر، شکم بچه دو ساله به اندازه یه دنبک به این گندگی از گرسنگی، از هضم اما احشای درونیش هست که گازهایی که درش به وجود میاد شکمش رو اینجوری متورم میکنه از گرسنگی. در رزق بسته رفتی به این مسائل نداره، آفریدگار جهان کاری به این کارا نداره. اگر خود نزادی خردمند مرد، طبیعی زگیتی چلیل گرم و سرد. این شیوه اندیشه ملت ایران هست و رفتی به این مزخرفات نبتنان نداره. عدیمه نه دکونش یکی قطره از بحر علم، گناه بیند و پرده پوشد به هر. دوباره همون مطلب رو ادامه میده که گناه من، گناه من اگر در ارتباط دیگران بی خود میکنه میبخشه، اگر در ارتباط سجده هست که من برده هیچ کس نیستم، و دو کونش دو جهانش یک قطره از بحر علم. ببینید شما میگن کافیه که تنگ آید شاعر به جهنگ آید، درستی همینه. دو جهان یک قطره از دریای علم، دریای دانش. توجه کنید، دریا خودش مثلا در یک کره مثلا مثل کره زمین که به اندازه یک ارزن از این کهکشانی که به اندازه یک جهان هست نیست، بس این دوتا کن هستی و هستی به اندازه یک قطره هست در دریای علم. این مقایسه رو شما، من دوست دارم که خردمندانه بنشینید و برای خودتون به قول معروف تجسم کنید یک دریا به چه دو جهان هستی و نیستی، چه ارتباطی، چه مقایسه‌ای. اگر بر جفا پیشه بشتافتی، اگر بر جفا پیشه بشتافتی که از دست زهرش امان یافتی. جفا یعنی نامهربانی. خب بکشه پشت دوری، دوست نداریم الله تعالی رو نمیخوایم، حالا به قول معروف میخواد چشم بپوشه میخواد نپوشه. برای ذاتش از تهمت زد و جنس، غنی ملکش از ساعت جن و انس. ما که نبینیم پرستار امرش همه چیز و کس، بنی آدم و مرغ و مور و مگس. امر کسی پرستش نمیخواد، پرستاری نمیخواد،
هموطنان گرامی، چه ربطی به این حرفا داره؟ فرمان پرستاری نمیخواد، بیمار پرستاری میخواد، ناتوان پرستاری میخواد. شما شیوه اندیشه این دانشمند تاریخی اسلامی رو بررسی کنید، توجه کنید به سخن من، مقایسه کنید، دقیقا همون مزخرفاتی هست که در سازنامه هست.